ماجرای طرح‌های تدوین شده توسعه شاهچراغ که اجرایش 57 هکتار بافت تاریخی شیراز را تخریب می‌کند، از حدود یک دهه قبل آغاز شد و مجتمع تجاری بین الحرمین از دل آن بیرون آمد. اما به دلیل مغایرت پروژه با طرح جامع تفصیلی شیراز، کار برای چند سال متوقف ماند تا اینکه سفر چند ماه قبل رئیس جمهور به شیراز ورق را برگرداند. مصوبات این سفر مسئولان شاهچراغ را برای اجرای طرحشان مصمم‌تر کرد و در سوی دیگر نگرانی فعالان میراثی در مورد تخریب 200 خانه در بافت تاریخی شیراز را به حدی رساند که بیش از 180 نفر از استادان دانشگاه و فعالان حوزه میراث در نامه‌ای به رئیس جمهور خواستار جلوگیری از تخریب‌ها شدند و بیش از 20 هزار نفر هم در نامه‌ای به وزیر میراث فرهنگی از او خواستند از خروج خانه‌های تاریخی از فهرست ثبتی میراث که نهایتاً منجر به تخریب آنها می‌شود جلوگیری کند. با وجود این تلاش‌ها نه تنها از حدود 2 ماه قبل افرادی به نمایندگی از متولیان شاهچراغ به مالکان خانه‌های تاریخی ضلع شرقی حرم اعلام کردند که مسئولان اجرای طرح قصد خرید خانه‌هایشان را دارند، بلکه اوایل خرداد نیز استاندار فارس افسایش حریم حرم‌های شیراز به 360 هکتار را تصویب کرد و از پرداخت وام‌های مسکنی خبر داد که در همان 360 هکتار اطراف شاهچراغ ساخته می‌شوند، بدون اینکه توجهی به ابعاد تخریبی این مصوبه داشته باشد. بافت تاریخی شیراز بحث تکبنا نیست. بحث این نیست که ما یک سری تکبناهایی رو حفظ کنیم، مثلا بگیم مسجد نصیرالملک باید حفظ بشه یا بازار وکیل باید حفظ بشه، حمام وکیل، خانه منطقی نژاد. نه، این بحث نیست. بافت شیراز یکی از بافتای بسیار خاص و دست نخورده هست به نسبت در خاور میانه. خب تخریبای بافت تاریخی شیراز تقریبا از اوائل پهلوی شروع شد و خب ادامه پیدا کرد تا سالهای اخیر. خب پروژه بین الحرمین پروژه‌ای بود که به نظر بنده شکست خورده است، هم از نظر تجاریش، هم از نظر این که یک بافتی رو از هم ایجاد گسست کرد. ما اون مسیر منصوریه رو داشتیم که تمام اینا از بین رفته و بین زل، حالا بین خود شاهچراغ حتی اون محلات جنوبی فاصله ایجاد شده و رفت و آمد مردم دچار مشکل شده. وقتی ما توی بافت تاریخی هستیم به راحتی نمیتونیم روی این بافت طرح بدیم. این ظاهرش یک بافت تاریخی هست، ولی شاید زیرش یک قنات‌ها و یک دوران متفاوت دیگه ای وجود داشته باشه که شاید در حین ایجاد یک طرحی به اون برسیم و ممکنه یک هویت چندین هزار ساله رو از بین ببریم. یک سال و نیم قبل اعتراضات نسبت به تخریب‌ها، دادستان، مدیر وقت میراث و برخی مدیران شهری را به بافت تاریخی شیراز کشاند. اما طی آن مصیب امیری، رئیس کنونی پژوهشگاه میراث، در مقابل دستورات تخریبی و تهدیدی دادستان هیچ واکنشی نداشت و فقط نظاره‌گر بود. تا همین امروز هم اعتراضات و تلاش‌های دیگر کارساز نبودند. مالکی خونه گفت میشناسی؟ من میشناسم شما. شما بدون ما، ما مثلا اگر همکاری نکنه یا بیا تخریبش کنه، کلا خرابش کنه، بگیم مثلا چیزی که مشکل حل بشه. آتیش گرفته نابود شد. اینو اگه بگن ما تخریبش میکنه آماده بیش داریم. یا باید بیا تخریبش بکنه یا باید بیا در اختیار دوستان بذاره، همین افرادی که اینجا هستن بی بضاعتن اینا رو اسکان بدن که دیگه خوب بحثم دیگه اعتیاد هم جمع میشه. خب اگر این کار رو نکرد به اتهام معاونت در این جرامی که اتفاق میفته متعتب. این خونه ریخته شده است دیگه. بارون انشالله بله بارون این بارون که جامعه داره میگرد تمام اینو میشوره بقیهش هم شما بشوره. آیا دستتا من خدمتتون عرض کنم 184 تا ما خونه محبوبه توی محله سنگسیاه داریم. خب 184 از این 184 تا 20 تا رو که دوستان میراث اعلام کردن ممنوعه که حالا در حال هم مرمت
34 تا هم اعلام کردن به ما که اینا بلامانن که ما خریدیم. 100 و فکر می‌کنم 20 تا دیگه میمونه که متاسفانه هنوز نتونستیم، یعنی همه این بچه‌ها بیان بازدید که به ما اعلام کنن. بله بلامانن اینو خراب کنید نکنید. مثلا الان تا آدم دید اینا رو بلامانن اعلام کرد. اینو بلامانن اعلام. این مطمئن دیگه. آره این آقا من اینو من الان دارم میگم، قول میدم هفته دیگه اگرم بیاد بازدید نمی‌بینید. اگه بلامانه باشه. پاک سازی دیگه؟ تمام، تخریب جمع آقا قول دادن آیه یک هفته از آیه حسینی پیگیری کنیم اینو که کلن جمع میکنیم، اگر اونجا سالم باشه اونم بلامانه دادید شما؟ آره اونم بلامانه اونم میزنم، من صافش میکنم یه دیواری صاف میشم یاد بالا تا یه هفته دیگه اینجا رو میان پاک سازی میکنم بزرگترین خرده فروشی مواد مخدر شیراز که میتونم بگم اینجا آجا تو بومبست فرجام شما بیده این صف نونوایی فیلمش گرفته شده صف اصلا این صف نونوایی وای میسن نه ای که ما بگیم یکی دو تا میاد گفت تاریخی هر شهری هویت اون شهر رو نشون میده متاسفانه طرح بین الحرمین از اول ناقص و نارس و ابتر در بین الحرم یعنی است که دو تا بین دو تا حرم رو به یک نوعی طراحی بکنن که مردم در ترددشون بهتر بتونن از اون استفاده کنن اون تا بعضی دست درازی هایی که صورت گرفتن بین الحرمین رو تبدیل کردن به یک مرکز تجاری در سفر مقام معظم رهبری منجر به این شد این رو اصلاح کنن ما در شورای چهارم ساخت شیراز قدیم رو مورد توجه قرار دادیم یعنی نشون میده که ما خودمون در واقع دغدغه داریم که آقا شیراز قدیم به یک نوع اصالتش در واقع حفظ بشه، هویتش حفظ بشه، مردم احساس در واقع هویت کنن و حتی بسته های تشویقی که در نظر گرفتن که همین ریزدان ها، همین منازلی که در واقع هست اینا در واقع به یک نوعی بازسازی بشن که اون حالت در واقع گذشته خودش رو حفظ کنه حتی یه تعداد از منازل سازمانی ثبت شده میراث بود که در واقع تبدیل به مخروبه شده بود شهرداری ورود پیدا کرد اینا رو تبدیل گرفت برای بازسازی که الان خیلیش تبدیل شده در واقع به اقامتگاه‌هایی که توریستان و گردشگران میرن از بهره برداری میکنن یعنی اصل قضیه ایه منتها او یه بخشی که دیگه واقعا امکان حفظ و نگهداریش در واقع به یک نوعی نیست به خاطر اینکه خالی از سکنه بوده امثال اون فرو ریخته منتها باید کل نگر بود یعنی ما منافع و مصلحات امنیت شهر اولویت اولمون هست یعنی اگر ما تمام طرحامون تمام برنامه هامون رو حول محور منافع و مصلحت و امنیت مردم لحاظ کنیم بسیار از معضلات و مشکلات برطرف بشه به خاطری که تخاصم پیش نیاد اختلاف پیش نیاد میگن یه مبنایی باید داشته باشید ما تابع قانون 100% تابع قانونیم اگر در واقع عزیزانی در واقع نسبت به اصل قانون در واقع نظر دارن طرح دارن مخالفن اعتراض دارن که بازم حقشون هست منتها باید از مجاری قانونی ورود پیدا کنن یعنی شورا و شهرداری بدون مجوز قانونی هیچ اقدامی نمیتونه انجام بده این طرح دقیقاً کدوم محدوده رو در بر میگیره و اینکه الان تو چه مرحله‌ایه از در واقع میدان آستانه هست تا حرم مطهر سوم حرم اهل بیت از اونجا هست تا سید تاج الدین قریب یه طرح دیگه هم هست که الان در حد فقط سپردن به مشاور هست اونم در واقع از علی ابن حمزه هست تا شاه چراغ علی ابن حمزه شاه چراغ نه این که در واقع همین رو خراب کنن بگیم مثلا میخوان بازار خراب کنن فلان تو این طرح هم کلیاتش که من مشاهده کردم نه هیچ مجتمع تجاری توش دیدن نه اقامتی حتی توش دیدن نه در واقع او ارتفاعی رو که مصوب کردن بخواد افزایش پیدا کنه این که وصل بشه یه طرح دیگه هم هست که الان یه بخش عمده ایش اجرا شده به نام طرح عرفان تو از دروازه قرآن هست تا علی ابن حمزه یه بخشش حتی منازلش تملک شده یه بخشش هم که در واقع حالا باغ جهان‌نما و امثالوم هست که الان ده هست میشه پیادراهاش در واقع راه اندازی شده باید در واقع بودجه های ملی هم به کمک بیاد این طرح به نتیجه برسه الان تنها سازمانی که در حوزه بافت تاریخی ورود پیدا کرده هم در رابطه معضلات اجتماعی هم در رابطه با مرمت و بازسازی شهرداری شوراست حتی سازمانه متولی مثل میراث فرهنگی ورود آنچنانی که بیان هزینه کنن در اونجا اصلا انجام ندادن جلال راشدی مالک یکی از همون خانه های ظل شرقی حرم است که به او گفتند خانه اش در این طرح تخریب می شود او همه سرمایه اش را برای خرید و مرمت این خانه تاریخی هزینه کرده و حالا نگران تخریب خانه است حدود 4 سال هست که اومدم به شیراز سرمایه گذاری کردم در بافت تاریخی شیراز
و این خونه ای که ملاحظه میکنید رو مرمت کردم و 3 سال هست که تو همین خونه زندگی میکنم. به نظر من بنای معماری خونه های تاریخی شیراز از خیلی از خونه های یزد، بافت تاریخی یزد یا اصفهان به نظر من بناش بیشتره و نظر معماری غنی تره. ولی وقتی شما توی سطح بافت تاریخی شیراز قدم میزنی، به هیچ عنوان اون چشم نوازی یا اون دلپذیری که بافت تاریخی یزد یا اصفهان داره رو اینو به شما نمیده. یکی از دلایلی که من میتونم خدمتتون عرض بکنم، بحث به هر حال خدمات شهری است. از نظر من بعضی هاشون به هر حال آمدانه ایجاد شدن. یکی از مشکلاتی که ما داریم بحث مدیریت پسماند هست. شما تو این کوچه پس کوچه های بافت تاریخی شیراز، خیابونه اصلیش رو نمیگم، کوچه پس کوچه هاش، شما قدم که بزنی یه سطل زباله ساده نمیبینی. مردم زباله هاشون رو میذارن جلوی درشون، همیشه آب زباله تو این کوچه پس کوچه های شیراز رو زمین براهه و بوی تعفنش مردم اذیت میکنه، جدا از بیماری هایی که ممکنه ایجاد بکنه. شما تو این بافت قدم بزنی کوچه پس کوچه هاش تابلو نداره، یعنی یه جورایی آمدانه تصمیم گرفته شده قبل از اینکه تخریب بشه هویتش ازش گرفته بشه. شما وقتی قدم میزنید تو سطح بافت تاریخی، چیزی که اولین مشاهداتی که دارید بحث مصرف مواد مخدر، کارتون خوابی، فروشنده های مواد مخدر که تو روز روشن. شما همین الان تصمیم بگیرید که مثلا به یه مقدار مشخصی از هروئین دست پیدا بکنید، توی بافت تاریخی در عرض 5 دقیقه شما میتونید برید تهیه کنید، بخرید و بیارید. متاسفانه یا آمدانه یا سهوًا با اینا برخورد جدی قانونی نمیشه. این تخریبی که داره اتفاق میفته تو شیراز یه جنبه فرهنگی داره. شما توی شهری مثل یزد وقتی میری توی بافت تاریخیش با مالکین خونه‌های تاریخیش آشنا میشی، فرهنگ مردمش یه جوری که انگار دوست دارن اون چیزی که داشتن رو حفظ بکنن، یعنی تو بخشی از فرهنگشونه، دوست دارن اون چیزی که دارن حفظ بکنن، از مرمتش بکنن، نگهش دارن. ولی شیراز به نظر من اینجوری نیست. شما خیلی از مالکین اصلی که در حقیقت تو بافت تاریخی شیراز بودن، خونه رو دادن دست مستأجر، رفت یا از کشور خارج شدن یا رفتن مثلا در حال حاضر بالا شهر زندگی میکنن. خونه هم دست مستأجرایی که اکثرا توان مالی ندارن، تخصصی ندارن، اصلا از چیزی از بافت تاریخی یا مثلا معماری تاریخی نمیدن و خونه در حال تخریب است. 2 هفته بعد از سفر رئیس جمهور آقای ابراهیم رئیسی از شهرداری شیراز، 2 نفر اومدن در خونه ما و گفتن که خانه تاریخی راشدی، و خیلی واسه من اصلا شوکه کننده بود. خانه تاریخی راشدی هم جزء طرح تخریب بین الحرمین هست و احتمال زیاد تخریب میشه. مهمترین شاهد بی‌توجهی مسئولان میراث به اتفاقات شیراز را میتوان اظهار نظرهای وزیر میراث فرهنگی دانست. زرقامی اول خرداد گفت نه کسی به دنبال تخریب بافت تاریخی است و نه قرار است آنجا پاساژ مجتمع تجاری ساخته شود. ما میخواهیم منطقه را ترمیم کنیم. آنجا خانه‌هایی است که آسیب دیدند و مأمن معتادان شدند. این در کنار بافت تاریخی و توریستی اصلا مناسب نیست. طوری با مسئله برخورد شده که انگار میخواهیم بلدوزر بیاوریم و اینجا را خراب کنیم. این درست نیست. حالا مدتی است اعلانهایی به مالکان خانه‌های تاریخی اطراف حرم ارسال می‌شود که قرار است املاکشان تخریب شود و مشاور وزارت راه و شهرسازی هم طرحی را تهیه کرده که بر اساس آن 5 خانه ثبت ملی و 30 خانه تاریخی غیر ثبتی تخریب می‌شوند. برخی کارشناسان می‌گویند در جریان تملک بناهای محدوده شرقی شاهچراغ توسط اداره راه استان فارس، شهرداری شیراز و تولیت شاهچراغ به مالکان اعلام کردند که در صورت موافق نبودن آنها برای واگذاری، هزینه کارشناسی شده خانه‌هایشان توسط کارشناسان رسمی دادگستری به حساب دولتی ریخته شده و املاک مورد نظر تخریب خواهد شد.